تاریخ جشن نوروز که از قعر هزار ساله ها سرچشمه می گیرد، با سرنوشت پرپیچ و تاب ولی پر افتخار و عبرت آموز خلق تاجیک رابطه ناگسستنی دارد. مردم فرهنگ سالاری ما این جشن باستانی را از گذشتگان خود به میراث گرفته، آن را در سنت و انعنه ها، هنرهای مردمی و ادبیات خطی و شفاهی بسیار وسیع و به طور شایسته انعکاس کردند. این نکته ضمن برگزاری یک چورابینی فرهنگی بخشیده به جشن نوروز در جماعت چارگلتپه ناحیه رودکی ابراز گردید. ذکر شد که نوروز پیش از همه جشن مردمی و یک جزء زندگی و جهانبینی خلق ما به حساب رفته. امروز مردم سعادتمند تاجیک از این روز مبارک در همه گوشه و کنار مملکت با خوشنودی استقبال میکنند. در این روز از جانب ساکنان جماعت چارگلتپه گوشه هنرهای مردمی آراسته شده بود که جمع آمدگان از آن دیدن کرده و به تاریخ و تمدن پر افتخاری خیش دوباره آشنایی پیدا کردند. همچنین زنهای میلی پوش و پرهنر با آراستن دسترخوان ایدونه و نمایش نقش و نگارهای محصول دستان خیش دیگر گوشه چورابینی را زینت بخشیده توجه هزاران نفر را جلب نمودند. در هفته برگزاری چورابینی مسئولین مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی شرکت نموده ابراز داشتند که تاجیکان در طول تاریخ موجودیت خیش در تشکل فرهنگی مادی و معنوی بشریت نقش باسزا گذاشتند. بنابراین از آغاز دوران استقلال دولتی یکی از وظیفه های مهم این ترغیب دستاوردهای معنوی و مادی کشور و شناسانیدن تاجیکان به جهانیان چون خلق تمدن آفر بود. واقعا نوروز نه تنها آغاز کاری مردی دهقان، بلکه شروع گردیدن همگونه تشبوس های سازنده به خاطر باز هم آباد و زیبا گردانیدن سرزمین اجدادی، تازه و آزاده نمودن منزلی زیست، سرسبز و گلپوش کردن خیابان و میدان ها در تمام قلمرو کشور محسوب می یابد. در ادبیات جهانی گذشته و معاصر ادبیات نیست که در آن زیبایی های فصل بهار و نوروز وصف نشده باشد. این از آن شهادت می دهد که نوروز مهمترین جشن است که بهترین خصوصیت های میراث فرهنگی تاجیکان را در خود انعکاس کرده است. سرود و ترانه های دلاشوب در ستایش بهار و نوروز و قرائت شعرهای پرمحتوا که از جانب خوانندگان و اهل فرهنگ به گوش رسید، جمع آمد را شکوهی دیگر زم نمود.